نقطه سوم، شخصی که مشرکان را کافر نشمارد یا در کافری آنها شک نماید یا مذهب آنها را درست گوید کافر می شود. حکم مشرکان در اسلام: هر کسی که دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم به او رسیده و به او ایمان نیاورده است، پس او کافری کفر اکبر است. از روی فرموده او تعالی: و هر کس که دین غیر از اسلام را انتخاب کند، هرگز از او قبول نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است. آیا اهل کتاب یعنی یهود و نصارا در ضمن مشرکان داخلند؟ جواب: بله، در ضمن آنها اهل کتابی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان نآوردند داخل می شوند. از روی فرموده او تعالی: با کسانی از اهل کتاب که نه به الله و نه به روز قیامت ایمان دارند و نه آنچه را الله و رسولش حرام کرده حرام می دانند و نه دین حق را قبول می کنند، به جنگ تا زمانی که با ذلت و خوری به دست خود جزیه بدهند. و فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم: قسم به ذاتی که نفس محمد در دست اوست، هر یهودی و نصرانی که بمیرد و اون چی فرستاده شدم ایمان نآورد، جز این نیست که از اهل آتش است. سوال: آیا معنایش این است که به عهدهای آنها وفا نکنیم؟ جواب: برای کسی عهد باشد، ضرور است که به عهد او وفا کنیم تا محبت الله را نائل شویم. الله تعالی می فرماید: پس تا زمانی که بر عهدشان وفادار مانند، شما نیز بر عهدتان وفادار باشید. البته الله پرهیزکاران را دوست می دارد. و مردم در معامله مشرکان بر سه قسمند: قسم یکم، گروه با کافران در عیدها، جشنها و عادتهایشان مشارکت میکنند. گروه دوم، گروه بر آنان به کشتن، غارت کردن، فریبگری و زدن تجاوز میکنند. گروه سوم، میانه‌روی که بر آن اهل سنت و جماعت است، در عیدها و جشنهایشان اشتراک نمیکنند و بر عهدهایی که بالای آنها است وفا میکنیم و بر آنها تجاوز نمیکنیم و با همراهی آنها در خرید فروش معامله میکنیم و آنها را به سوی توحید دعوت میکنیم.